به نام خدا، سلام. من فاطمه ولیخان هستم، دانشجوی دکترای مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. خدمت شما هستیم با یکی دیگه از مجموعه های آموزشی فرادرس تحت عنوان مرور و تست مکانیک خاک. مکانیک خاک یکی از دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی هست که در حقیقت پایه‌ای برای دروس مرتبط با گرایش ژئوتکنیک در علم مهندسی عمران هست. در نتیجه این درس یکی از دروس بسیار حائز اهمیت برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران هست. اگر اطلاعات در رابطه با این درس پایه‌ای داشته باشن و اطلاعات مناسبی داشته باشن، کمک میکنه که دروس دیگه‌ای که مرتبط با گرایش ژئوتکنیک هست، مثل مهندسی پی، سطح‌های خاکی و دروسی که طبق حالا برنامه درسی دانشگاه‌های مختلف ارائه میشه، دوستان بتونن اطلاعات کافی داشته باشن و بتونن روی این درس ها هم تسلط مناسب رو پیدا بکنن. از طرفی درس مکانیک خاک یکی از منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد هست که یکی از دروس اصلی است و هر سال ازش سوال مطرح میشه در کنکور کارشناسی ارشد. در نتیجه یادگیری تست و حالا تکنیک های تست این درس میتونه کمک بکنه به موفقیت دوستان در کنکور کارشناسی ارشد. در نتیجه امیدواریم که این ویدیو آموزشی مناسب باشه و کمک کننده باشه برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران و همینطور داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران. آغاز میکنیم بحثمون رو با فصل اول تحت عنوان مبانی مکانیک خاک. ابتدا یک تعریفی از ژئوتکنیک خدمتتون ارائه بکنیم. ژئوتکنیک شاخه ای از علم مهندسی عمران هست که به بررسی خواص فیزیکی و رفتار مکانیکی مصالح طبیعی موجود در پوسته زمین یعنی خاک و سنگ میپردازه. حالا اگر ما فقط مطالعه خاک مد نظرمون باشه بهش میگیم مکانیک خاک. از طرفی مکانیک سنگ هم داریم که شرایط مختلفی داره. حالا توضیحاتی که در رابطه با شرایطی که برای سنگ به وجود میاد تحت بارگذاری های مختلف که مکانیک سنگ هستش و خارج از بحث این درس ماست. مطالعه خاک وقتی قرار خاک بررسی بشه در قالب دو بخش انجام میشه. یک، بخش نشست هست، یعنی تغییر شکل هایی که در خاک به وجود میاد، و دوم بحث مقاومت خاک هست که بحث تنش هاست، یعنی خاک میتونه چه تنش هایی رو تحمل کنه قبل از اینکه گسیخته بشه و از طرفی چقدر میتونه تغییر شکل پیدا کنه، چقدر نشست پیدا بکنه، به شرطی که سازه که روی این خاک داره بنا میشه دچار گسیختگی و مشکلات عدم پایداری براش به وجود نیاد. با استفاده از شناخت به دست اومده از خاک، مباحث مهندسی پی شامل تحلیل و طراحی دیوار حائل، پیهای سطحی، پیهای عمیق که همون شمع‌ها هستن مطرح میشه. پس درس مکانیک خاک، مبانی مکانیک خاک یک پایه هستش برای اینکه شما تمام دروسی که مربوط به دروس ژئوتکنیک هست رو بتونین اطلاعات راجبش داشته باشین و بتونین مفاهیمش رو درک کنین. تقسیم بندی خاک بر مبنای شناخت خاک رو می‌خوام خدمتتون ارائه بکنیم. شناخت خاک به دو صورت انجام میشه. یکی از طریق اندازه ذرات خاک هست. دیگری از طریق رفتار خاک در برابر رطوبته. تقسیم بندی خاک بر همین مبنا هم به این صورت انجام میشه. اول طبقه بندی میکنیم خاک رو بر مبنای اندازه ذرات خاک. یعنی کلن میخواییم بگیم که خاک ما درشتونه است یا ریزدونه. اگر خاک ما خاک درشتانه باشه یا شن هست و یا ماسه. که آیین‌نامه های مختلف اومدن مرزهای مختلفی رو برای این طبقه بندی در نظر گرفتن که بسته به اینکه ما از چه آیین‌نامه ای استفاده بکنیم، از اون مرز مشخصی که اون آیین‌نامه ارائه کرده باید در حقیقت در نظرش بگیریم و ازش پیروی بکنیم. به طور مثال مرز بین شن و ماسه رو آیین‌نامه آشتو اندازه 2 میلیمتر ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر اندازه ذرات بزرگتر از 2 میلیمتر باشه این خاک شن هست و اگر کوچکتر از 2 میلیمتر باشه خاک ماسه است. اما آیین‌نامه متحد اومده این مرز رو عدد 4.75 میلیمتر در نظر گرفته. خاک ریزدانه هم همینطور. خاک ریزدانه یا لای هست و یا رس. دقت داشته باشیم فعلا فقط بر مبنای اندازه ذرات داریم صحبت میکنیم. مرز بین لای و رس رو هم آیین‌نامه آشتو عدد 2000 میلیمتر رو بیان میکنه. یعنی اگر اندازه ذرات از 2000 میلیمتر بزرگتر باشه اون خاک ریزدانه خاک لای هست و اگر کوچکتر باشه خاک ما میشه رس.
آیین نامه متحد مرز عددی برای جدایی رسولای قائل نیست، اما عدد آشتو رو قبول داره. و حالا یک تقسیم بندی کلی اصلا بین ریزدانه و درشتانه، اصلا چه خاکی رو ما میگیم درشتانه و چه خاکی رو میگیم ریزدانه. مرز بین ریزدانه و درشتانه رو سیستم آشتو و متحد هر دوشون عدد 75000 میلیمتر رو بیان میکنن. اگر این مقدار در حقیقت اندازه ذرات از 75000 میلیمتر بزرگتر باشه، اون خاک خاک درشتانه هست، و اگر کوچکتر از 75000 میلیمتر باشه، خاک ما خاک ریزدانه هستش. سیستم MIT اما عدد متفاوتی رو برای مرز بین درشتانه و ریزدانه قائل میشه که این عدد 600 میلیمتر است. دونستن این مرزها و دونستن عددها در سیستم‌های طبقه‌بندی مختلف و آیین‌نامه‌های مختلف جزء مواردی هستش که پیشنهاد میشه تو ذهنتون داشته باشین. در سال‌های اخیر گاهی اوقات ازش سوال مطرح شده که حالا در ادامه با هم سوالش رو حل می‌کنیم و می‌بینیم که چطور ازش سوال مطرح میشه در کنکور. اما اگر بخوایم خاک رو بر مبنای رفتار خاک در برابر رطوبت بخوایم طبقه بندی بکنیم، خاک ما یا دانه‌ای هست و یا چسبنده. خاک دانه‌ای، خاک شن، ماسه و لای، هر سه خاک دانه‌ای هستند و خاک چسبنده فقط خاک رسی هست. دقت بفرمایید، خاک لای توی طبقه بندی بر مبنای اندازه ذرات جز خاک ریزدانه حساب میاد، اما توی طبقه بندی که بر مبنای رفتار خاک اگر داشته باشیم، از جمله خاک های دانه‌ای هست و همراه با شن و ماسه توی یه دسته طبقه بندی میشه. خاک دانه‌ای در مجاورت رطوبت چسبناک نمیشه، ولی خاک چسبنده با جذب مقدار مشخص آب چسبنده میشه و به صورت خمیری در میاد. این تفاوت بین خاک دانه‌ای و خاک چسبنده است، یعنی در حقیقت تعریفی که ما برای خاک دانه‌ای و چسبنده داریم به این صورت است. و اما در رابطه با پیدایش خاک، خاک در اثر تخریب و فرسایش سنگ‌ها به وجود میاد. حالا این تخریب میتونه یا به صورت فیزیکی باشه و یا به صورت شیمیایی. اگر تخریب به صورت فیزیکی باشه، خواص سنگ مادر حفظ میشه، ماده جدیدی تولید نمیشه. اما اگر تخریب به صورت شیمیایی باشه، خاکی که در اثر تخریب شیمیایی به وجود میاد، خواصش با خواص سنگ مادر کاملا متفاوت هستش. حالا این به چه صورت طبقه بندی ما جزء کدوم یکی از اینها قرار میگیره؟ خاک دانه‌ای خاکی است که از تخریب فیزیکی سنگ‌ها به دست میاد، و خاک چسبنده خاکی هستش که از تخریب شیمیایی سنگ‌ها به وجود میاد. پس با این تعریفی که ما از تخریب فیزیکی و شیمیایی داشتیم، میتونیم بگیم که خاک چسبنده که از تخریب شیمیایی به وجود میاد، هیچ کدوم از خواص فیزیکی سنگ مادر خودش رو حفظ نکرده و کاملا یک ماده جدیدی هستش که به وجود اومده. اما در رابطه با کانی‌های روسی، کانی‌های روسی واحدهای بنیادینی هستند که خاک رس ما رو تشکیل میدن. خاک رس همینطور که توضیح دادیم در اسلاید قبل، خاکی هستش که از تخریب شیمیایی به دست میاد و خواص فیزیکی سنگ مادر رو هیچ حفظ نمی‌کنه، و در حقیقت یک خاک پیچیده‌تری هستش به نسبت خاک‌های دانه‌ای، یعنی ماسه، شن و لای. خواص متفاوتی داره، حتی ساختار تشکیل دهنده‌اش هم متفاوت هستش، پیچیده‌تر هست، و رفتاری که از خودش در مقابل رطوبت، در مقابل بارگذاری، نشست و هر چیز دیگه ای نشون میده هم رفتار متفاوت است. اما خاک روسی از چی تشکیل میشه؟ خاک روسی از کانی های روسی تشکیل میشه. خود کانی های روسی از واحد های ساختمانی یا صفحه‌ای تشکیل میشه، و واحد های ساختمانی و صفحه‌ای هم از واحد های بنیادین تشکیل میشه. پس اگر از ریز، یعنی از کوچک به بزرگ بخوایم حرکت بکنیم، میگیم اول ما یک واحد های بنیادی داریم. واحدهای بنیادی به این صورت هستش که چند تا در حقیقت میتونه چند وجهی باشه، یا چهار وجهی هست که بهش میگیم سیلیکا، یا هشت وجهی هست که بهش میگیم آلومین. شکلهاشون رو هم اینجا براتون ترسیم کردیم که به چه صورت خواهد بود. حالا اگر این واحدهای بنیادی به همدیگه متصل بشن، با هم پیوند بخورن، واحدهای ساختمانی یا صفحه‌ای تشکیل میشن، که حالا این واحدهای ساختمانی خودشون میتونن به سه دسته تقسیم بشن. یا صفحه سیلیکا هست که یک صفحات زوزنق شکلی هست به این صورت، یا صفحات آلومین بهشون میگن که صفحات مستطیلی هستن، و یا ترکیب این دو صفحه هست، یعنی ترکیب سیلیکا و آلومین هست. ترکیب دو صفحه، یعنی زوزنقه و مستطیل، اگه با هم دیگه پیوند بخورن، یک واحد ساختمانی جدیدی میسازن که واحد ساختمانی ترکیبی هستش.
حالا اگر این واحدهای ساختمانی با همدیگه پیوند بخورن، کانیهای روسی رو تشکیل میدن که کانیهای روسی به سه دسته تقسیم میشن. یا کاولینیت هستن. کاولینیت ها از پیوند صفحات واحدهای ساختمانی، صفحات ساختمانی که به صورت پیوند هیدروژنی باشه ساخته میشن. ببینین اگر پیوند دوتا صفحه با پیوند هیدروژنی باشه کاولینیت ساخته میشه. اگر این صفحات با پیوند فلزی با ایون کامثبت یعنی با ایون پتاسیم به همدیگه متصل بشن ایلیت رو میسازن. و اگر پیوند بین این صفحات نیروی واندروالسی باشه مونتمورلونیت رو میسازن. پس کانی های روسی یا کاولینیت ها هستن یا ایلیت ها هستن و یا مونتمورلونیت ها. و حالا این کانی های روسی یعنی همین کاولینیت ها، ایلیت ها و مونتمورلونیت ها اگر در کنار همدیگه قرار بگیرن خاک روسی رو برای ما میسازن. پس این نحوه پیدایش خاک های روسی هستش. تذکر رو با هم دیگه ببینیم. میگیم با توجه به قوی بودن پیوند هیدروژنی نسبت به پیوند فلزی ایون پتاسیم و همینطور قوی بودن پیوند فلزی ایون پتاسیم نسبت به نیروی واندروالسی، ما میتونیم در رابطه با کانیهای روسی که صحبت کردیم اینطور بیان کنیم، بگیم پایداری کاولینی نسبت به همه کانیهای روسی بیشتر هست. چرا؟ چون پیوندش از همه پیوند قوی تری هستش. با پیوند هیدروژنی ساخته میشه، روی اسلاید قبل دیده بودیم با پیوند هیدروژنی ساخته میشه و پیوند هیدروژنی از همه پیوندها قوی تره. یعنی پیوند هیدروژنی از پیوند فلزی ایون پتاسیم و پیوند فلزی نسبت به نیروی واندروالسی قوی تر هستش. در نتیجه کاولینیت از همه پایدارتر هست، بعد از اون ایلیت و بعد از اون مونتمورلونیت. یعنی مونتمورلونیت ضعیفترین پیوند رو داره، درست شد؟ یعنی از همه ناپایدارتر هستش و احتمال اینکه ناپایداری درش به وجود بیاد از همه کانیهای روسیه دیگه بیشتر هست. اما فعالیت چطور؟ حالا که مونتمورلونیت پیوندش از همه پیوند ضعیفتری هستش، پس به راحتی یعنی نسبت به بقیه کانیهای روسیه خیلی راحت‌تر میتونه پیوندش از هم جدا بشه و با کانیهای دیگه، با مولکول‌های دیگه بتونه پیوند برقرار بکنه، یعنی میتونه فعالیت بیشتری داشته باشه. پس مونتمورلونیت از همه فعالیت بیشتری داره و کاولینیت از همه پایداری بیشتری داره. مونتمورلونیت نسبت به ایلیت و ایلیت نسبت به کاولینیت فعالیتشون بیشتر هستش. به طوری که ما میتونیم اینطور بیان کنیم که مونتمورلونیت یک کانی کاملا فعال هست، ایلیت یک کانی تقریبا میشه گفت نیمه فعال هست و کاولینیت اصلا غیر فعاله، به خاطر اینکه پایداری بسیار زیادتری به نسبت ایلیت و مونتمورلونیت داره. و همینطور در رابطه با ابعاد، اگر بخوایم ابعادشون رو بیان کنیم، مونتمورلونیت کوچکترین کانی روسی هستش و کاولینیت نسبت به مونتمورلونیت بزرگتر هست. پس کاولینیت بزرگترین کانی روسیه، ایلیت بعد از اون هست و مونتمورلونیت از همه کوچکتر هست. این هم مقایسه کانی‌های روسی از نظر ابعادش. اما سطح ویژه چیه؟ سطح ویژه یک تعریفی هستش که اگر کلن بدونیم که چی هست به ما کمک میکنه که در رابطه با فعالیت و موارد مختلفی که در خاکهای روسی مطرح میشه بتونیم اظهار نظر بهتری بکنیم. سطح ویژه یک تعریف هست. نسبت سطح جانبی به جرم رو بهش میگیم سطح ویژه. یعنی چطور؟ شما فرض بکنید که ما یک مکعبی داریم که این مکعب ما با ابعاد یک متر در یک متر در یک متر هست. این همین مکعب رو میاییم از وسط نصفش میکنیم و تقسیمش میکنیم به چند تا مکعب؟ به 8 تا مکعب، درسته؟ هر مکعب، این یک مکعب، 2، 3، 4 و همینطور زیرش، درسته؟ که این مکعب ها هر کدومشون به ابعاد نیم متر هستن. حالا بیایم سطح جانبی این مکعب بزرگه و مکعب کوچیکا رو به دست بیاریم ببینیم که تفاوتشون چیه و کلا یک درکی از تعریف سطح ویژه داشته باشه. میگیم سطح ویژه رو گفتیم میشه سطح جانبی تقسیم بر جر. حالا برای مکعب بزرگ سطح جانبی ما چیا هستش؟ سطح جانبی ما برابر هستش با 1 متر مربع، درسته؟ اگر بخشی که هاشور میزنم رو دقت بفرمایین، اگر این مربع رو در نظر بگیریم سطحش برابر با 1 متر مربع هست، 1 به توان 2، که ما از این سطح 6 تا داریم، درسته؟ 4 تا اطراف و 2 تا هم بالا و پایین. پس میشه 6 متر مربع سطح جانبی ما هستش. وزنش چقدره؟
1 کیلوگرم. وزن مکعب اصلی 1 کیلوگرم هست. پس سطح جانبی مکعب بزرگ برابر هستش با 6 متر مربع بر کیلوگرم. اما مکعب کوچک چطور؟ مکعب کوچک اگر سطح جانبیش رو در نظر بگیریم میشه نیم متر به توان 2، درسته؟ 6 تا از این داریم، پس میشه نیم متر به توان 2 ضرب در 6. وزنش چقدر هستش؟ وزنش 1/8 کیلوگرم هست، درسته؟ چون هر این مکعب بزرگ ما به 8 تا مکعب کوچک تقسیم شده بود. اگر سطح جانبی مکعب کوچک رو به دست بیاریم طبق این رابطه برابر خواهد بود با 12 متر مربع بر کیلوگرم. دقت بفرمایید، مکعب ما کوچکتر شد، سطح ویژه‌مون بزرگتر شد. پس میتونیم بگیم هر چقدر مکعب ما ریزتر باشه سطح ویژه‌اش بزرگتر میشه، یعنی اطرافش ارتباط بیشتری با خاکهای اطرافش خواهد داشت اگر خاک رو بخوایم در نظر بگیریم. پس در رابطه با توده خاک هم همینطور میتونیم صحبت بکنیم، هر چه خاک ما ریزدانه تر باشه سطح ویژه‌اش بزرگتر میشه. حالا اگر بخوایم تمام خاکها، خاک روسی و لای و ماسه و شن رو با هم مقایسه کنیم به چه صورته؟ روز از همه کوچکتره، پس سطح ویژه بزرگتری داره. حالا خود روز از 3 تا کانی مختلف میتونست تشکیل بشه که مونت‌موریلونیت از همه کوچکتر بود. پس مونت‌موریلونیت بیشترین و بزرگترین سطح ویژه رو داره. بعد از اون ایلیت، بعد از اون کاولینیت. این از روزها. حالا همه اینها سطح ویژه بزرگتری دارن به نسبت لای، و لای سطح ویژه بزرگتری داره نسبت به ماسه، و ماسه سطح ویژه بزرگتری داره نسبت به شن. پس از کوچیک به بزرگ سطح ویژه ها میشه از بزرگ به کوچیک. درست شد؟ این هم از تعریف سطح ویژه. اما در رابطه با جذب آب توسط رس چطور میتونیم بگیم؟ ما توضیح دادیم، گفتیم که رسها جز خاکهای چسبنده حساب میاد. خاکهای چسبنده خاکهایی هستن که وقتی آب بهشون جذب میشه حالت چسبنده و خمیری به دست میارن و ویژگی هاشون متفاوت میشه به نسبت شرایط اولیه‌شون. حالا توضیحات رو اینطور بیان میکنیم، میگیم به علت نوع ترکیب شیمیایی که در رسها وجود داره، سطح ذرات رس دارای بار منفی هست و گوشه هاش اندکی بار مثبت داره. درست شد؟ پس ترکیب شیمیایی که رس داره باعث میشه که سطح ذراتش بار منفی و مثبت داشته باشه. سطح ذرات بار منفی، گوشه هاش بار مثبت. چون سطح ویژه رس بزرگه، توی اسلاید قبل توضیح دادیم، بارهای منفی زیادی روی صفحه رس قرار میگیره چون سطح ویژهش خیلی بزرگه. پس یه عالمه بار منفی داره. حالا این رس که این همه بار منفی داره میاد در مجاورت آب قرار میگیره که آب یک مولکول دو قطبیه، یعنی بار مثبت و منفی داره. پس این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که آب تمایل داشته باشه که خودش رو به سطح ذرات رس برسونه. وقتی که آب به سطح ذرات رس میرسه به همدیگه جذب میشن، درسته؟ اما این جذب شدن میتونه به حالتهای مختلفی تشکیل بشه. نگاه کنید، میگیم یک، اولین حالت، مولکول دو قطبی آب مستقیما از طرف مثبت خودش میچسبه به سطح منفی رس، به این صورت به هم دیگه بس میشن. دوم، مولکول آب از طرف منفی خودش به ایون مثبت موجود در خاک بس میشه، بعد از ایون مثبت به سمت رس حرکت میکنه و به سمت رس جذب میشه. پس آبی که از این طریق خودش رو به سطح رس میرسونه بهش میگیم آب جذب سطحی. آبی که در رس وجود داشته باشه و جاذبه‌ای با سطح رس نداشته باشه بهش میگیم آب آزاد. پس ما دو تا تعریف رو برای آب موجود در رس داریم، یک آب جذب سطحی، دو آب آزاد. آب جذب سطحی آبی هستش که بین مولکول‌های آب و اون سطح بار منفی و باری که روی سطح ذرات رس هستش پیوند برقرار میکنه بهش میچسبه، بهش میگیم آب جذب سطحی. جدا کردن آب جذب سطحی از رس سخته چون خیلی قوی بهش وصل شده. اما آبی که توی رس وجود داره اما جاذبه‌ای با سطح نداره، یعنی رس درش آب وجود داره، یعنی در حقیقت در اطراف خاک رسی آب وجود داره و لزوماً با اون سطحش جاذبه‌ای نداره، بهش میگیم آب آزاد. جدا کردن آب آزاد از خاک رسی راحت تر هستش. یک نکته در رابطه با آب جذب سطحی، آب جذب سطحی یک آب چسبناک، جاذبه قوی با ذرات رس داره و باعث میشه ذرات رس به یکدیگر بچسبن و به شکل توده خمیری در بیاد. پس اون خاصیت خاک رسی که وقتی با آب ترکیب میشه حالت چسبنده و خمیری
به دست میاد به خاطر وجود آب جذب سطحی هستش، در حالی که آب آزاد که گفتیم جاذبه ضعیف‌تری داره و راحت‌تر میتونه از سطح ذرات خاک جدا بشه، عامل روانی خاک رز هست. اینم یک نکته در رابطه با تفاوت آب جذب سطحی و آب آزاد. نکته دوم، خواص شیمیایی آب جذب سطحی با آب آزاد یکی هست، ولی خواص فیزیکیشون متفاوته. مثلا لزجت، خواص فیزیکی آب جذب سطحی و آب آزاد متفاوت هست. نکته بعدی، در یک جمع‌بندی کلی میتونیم علت به وجود اومدن آب جذب سطحی رو در دو چیز بدونیم. یک، بزرگ بودن سطح ویژه ذرات رس که گفتیم باعث میشه که آب زیادی رو به خودش جذب کنه، و دوم به خاطر قطبی بودن مولکول آب هستش. اگر آب مولکول دو قطبی نبود نمیتونست به سطح ذرات رس جذب بشه. پس هر دوی این عوامل در کنار همدیگه باعث میشه که آب جذب سطحی به وجود بیاد. اما انواع چسبندگی در خاک رز چه چیزهایی هستند؟ در حالت کلی ما دو نوع چسبندگی در خاک رز داریم. یکی چسبندگی حالت خشک، یکی چسبندگی حالت تر. چسبندگی حالت خشک ناشی از نیروهای جاذبه الکتروستاتیکی هستش و در اثر اتصال سر مثبت یک صفحه به بدنه منفی صفحه دیگه اتفاق میفته. یعنی در حقیقت چسبندگی حالت خشک یک اتصال کانی به کانی هستش. چون گفتیم کانی های روسی سر مثبت و منفی داره. در کنار همدیگه صفحات در حقیقت سر مثبت و منفی دارن، در کنار همدیگه قرار میگیرن. اگر سر مثبت به سر منفی وصل بشه یا برعکس باعث میشه که چسبندگی حالت خشک رخ بده. اما چسبندگی حالت تر چی هستش؟ به علت وجود آب جذب سطحی هست، همون که اسلاید قبل صحبت کردیم راجع بهش، که باعث به وجود اومدن رفتار خمیری در خاک رس میشه. یک نکته دیگر رو با هم بررسی کنیم. میگیم صفحات رسی میتونن در دو نوع آرایش، آرایش مجتمع و آرایش پراکنده، در کنار همدیگه قرار بگیرن. آرایش مجتمع شکلش مشخصه. اگر به این صورت قرار بگیرن، یعنی یه ذره سر مثبت و منفی به این صورت در کنار همدیگه قرار بگیرن، بهش میگیم آرایش مجتمع. و آرایش پراکنده به این صورت هست، یعنی مثبت ها کنار هم قرار میگیرن. که یک نکته داریم در رابطه با این قضیه که میگیم در اثر بارگذاری زیاد یا در اثر آب زدن زیاد، یعنی اگر رس آب زیادی رو بخواد جذب کنه، ساختار مجتمع تبدیل به پراکنده میشه، یعنی این شرایط هم به این شرایط تبدیل میشه. و اگر بار رو برداریم، ساختار پراکنده ایجاد شده به صورت مجتمع در میاد. پس اگر بار زیادی بگذاریم و یا اینکه آب بزنیم بهش، مجتمع به پراکنده تبدیل میشه. حالا اگر بار برداری انجام بدیم، ساختار دوباره مجتمع میشه. حالا یه تستی رو با هم دیگه حل بکنیم در رابطه با همین توضیحاتی که تا الان دادیم. ببینیم میگه کدوم یکی از عبارتهای زیر صحیح هست. گزینه یک میگه کلیه ذرات خاک با اندازه بزرگتر از 600 میلیمتر در سیستم طبقه بندی آشتو درشتانه به حساب میاد. این در حالی هستش که در سیستم طبقه بندی متحد ذرات بزرگتر از 75000 میلیمتر به عنوان درشتانه محسوب میشن. خب حالا جمله دوم که میگه در سیستم طبقه بندی متحد ذرات بزرگتر از 75000 میلیمتر درشتانه هستن که صحیحه، اما 600 میلیمتر عدد MIT بود نه عدد آشتو، درسته؟ پس اینجا واژه آشتو غلط هستش، باید MIT رو داشته باشه. اما جمله دوم میگه که ذرات خاک ما اندازه بزرگتر از 4.75 میلیمتر در سیستم طبقه بندی آشتو و متحد به عنوان شن شناخته میشن. خب این درسته. البته روی گزینه یک یه نکته دیگه هم غلط بود. روی گزینه یک فقط میگه که طبقه بندی متحد عدد 75000 میلیمتر رو داده، فقط متحد نداده. آشتو هم عددش 75000 میلیمتر. پس میتونیم بگیم که جمله دوم توی گزینه اول هم یه غلط نیست اما ناقص، یعنی باید آشتو رو هم کنارش میکس بشه. خب گزینه 3 میگه در سیستم طبقه بندی آشتو و متحد لای و رس رو از روی اندازه ذراتشون تشخیص میدن. خب اینم غلطه، چون فقط آشتو هستش که این شرایط رو داره، متحد عددی رو بیان نمیکنه برای مرز بین لای و رس. 4 میگه خاک‌های دانه‌ای از روند تخریب شیمیایی سنگ‌ها به وجود میان. این هم غلط است. شما گفتیم که تخریب فیزیکی خاک دانه‌ای رو میده و تخریب شیمیایی خاک چسبنده یا خاک رسی رو به ما میده. ما
مورد پنجم میگه در کانی‌های روسیه از نوع ایلیت اتصال بین واحدهای ساختمانی با ایون پتاسیم مثبت برقرار میشه. گزینه صحیح است. جمله ششم میگه آب آزاد که در فضای خالی بین ذرات رس وجود داره عامل رفتار خمیری رس هاست. خب اینم غلطه، چون آب آزاد عامل رفتار روانیه، آب جذب سطحی عامل رفتار خمیری هستش. جمله هفتم علت خاصیت خمیری خاکهای ریزدانی رسی بزرگ بودن سطح ویژه‌شون و قطبی بودن مولکول‌های آب هستش. خب اینم صحیحه. بسیار خب، پس نحوه سوال دادن از این مواردی که تا الان صحبت کردیم رو تا حدودی توی این تست تونستیم بررسی بکنیم، ببینیم که چطور ممکنه از بحثایی که کردیم سوال مطرح بشه. پس سعی کنین نکاتی که به این سبک هستش رو توی ذهن داشته باشین که اگر سوالی به این سبک سوال شد بتونین پاسخ داشته باشین براش. حالا میخوایم شناخت خاک رو از طریق اندازه ذرات خاک داشته باشیم، از طریق آزمایش و دانه بندی با الک، یعنی در حقیقت خاکمون رو دانه بندی بکنیم، طبقه بندی بکنیم، نامگذاریش بکنیم، یه مقداری ریزتر، یعنی با از آزمایش و دانه بندی با الک اندفع استفاده بکنیم. چند تا نکته. یک، در آزمایش دانه بندی با الک ملاک ما وزن خشک خاک هستش. دقت بفرمایید، در این حالت وزن خشک خاک مانده روی هر الک باید با وزن خشک کل خاک مقایسه بشه. پس ما وزن کلی خاک رو کاری بهش نداریم، وزن خشک خاک رو در نظر میگیریم، یعنی در حقیقت آب رو نباید درش در نظر بگیریم. و مورد دوم این که شماره هر الک تعداد چشمه های الک در یک اینچ طول رو نشون میده. یعنی چی؟ مثلا اگر الک من بهش میگم الک شماره 4، یعنی چی؟ یعنی این که اگر دی، یعنی در حقیقت بخوایم اندازه ذرات رو به دست بیاریم، میشه 25.4 میلیمتر که همون یک اینچ هستش تقسیم بر 4، چون الک شماره 4 داریم، میشه چی؟ ضخامت سیم هم ازش کسر می‌کنیم. اگر این رو داشته باشیم برابر میشه با 4.75 میلیمتر. یعنی الک شماره 4 اندازه ذراتی که ازش رد میشه 4.75 میلیمتر هستش. درست شد؟ یعنی اندازه هر چشمش 4.75 میلیمتر هستش. یا میتونیم اینطور بگیم که در یک اینچ، ببینیم میگه شماره هر الک تعداد چشمه های الک در یک اینچ طول رو میگه، یعنی در یک اینچ که 25.4 میلیمتر هستش 4 چشمه الک درش وجود داره که اگر بخوایم اندازش رو بگیریم میشه 4.75 میلیمتر. خب حالا الک شماره 10 اندازش برابر با 2 میلیمتره، الک شماره 40 0.425 میلیمتره، 425000 میلیمتر روز میخوام، و الک شماره 200 هم اندازش 75000 میلیمتر هستش. خب حالا مرز بین اینها هم که ما گفتیم دیگه، گفتیم آشتو مرز بین شن و ماسه رو 2 میلیمتر در نظر میگیره، متحد مرزشون رو 4.75 میلیمتر در نظر میگیره. یعنی اگر از الک شماره 4 خاکی رد بشه میشه ماسه، نشه میشه شن، اما آشتو میشه از الک شماره 10 یعنی دی 2 میلیمتر، اگر رد بشه میشه ماسه و اگر نشه میشه شن. پس این که ما این مرزها رو بیان میکنیم، میتونیم این مرزها رو با شماره الک ها هم بیان کنیم، یعنی بگیم سیستم متحد مرز عددی که بین شن و ماسه بیان میکنه الک شماره 4 هست، آشتو الک شماره 10 هست. و همینطور حالا برای ریزدانه هم میتونیم صحبت بکنیم، مثلا عدد ریزدانه عدد 75000 میلیمتر رو به ما داده بود، اگر رد بشه ازش میشه ریزدانه، اگر رد نشه میشه درشتانه، پس یعنی الک شماره 200 هست. یعنی اگر از الک شماره 200 رد بشه خاک ریزدانه است و اگر نشه خاک درشتانه هستش. اما منحنی دانه بندی خاک، اکثر آزمایش های مکانیک خاک به این صورت هست که ابتدا با انجام آزمایش اطلاعات مربوطه و یک سری اعداد و ارقام به دست میاد، سپس این اعداد و ارقام رو میتونیم ترسیم بکنیم و در نهایت یک شکل یا یک نمودار رسم شده به دست بیاریم که با تفسیرش میتونیم اطلاعات زیادی در رابطه با شرایط خاک به دست بیاریم. از آزمایش دانه بندی با الک منحنی دانه بندی به دست میاد. منحنی دانه بندی به ما چی میگه؟ به ما میگه درصد هر محدوده قطری چقدر هستش. به عبارت دیگر با کمک منحنی دانه بندی مشخص میشه که در یک محدوده قطری خاص وزن خشک خاک چند درصد وزن خشک کل خاک هستش. ببینیم حالا از روی نمودار بهتر میتونیم متوجه بشیم. ما یک منحنی دانه بندی داریم به این شکل. درصد عبوری ذرات خاک رو داریم و روی بخش افقیش هم در حقیقت محدوده قطری رو داریم.
فرض بکنیم مثلا من یک دی آی دارم، یعنی یک محدوده قطری دی آی رو میخوام بررسی بکنم. قطر ذرات خاک، قطر چشمه الکی که داره شماره N هستش. ببینین این متناظر هستش با یک پی آی. پی آی چی هست؟ پی آی درصد ذرات ریزتر از قطر دی آی هست. ببینید، یعنی من میخوام ببینم قطر دی آی من هر مقداری که باشه متناظر با اون پی آی رو دارم که این پی آی درصد ذرات ریزتر از این دی آی هست. یا میتونیم بگیم درصد عبوری از الکی که داره شماره N هستش و قطر چشمش دی آیه. درست شد؟ پس همیشه دی آی به ما میگه که درصد خاک در هر محدوده قطری چقدر هستش. حالا مثلا ببینیم الان من در محدوده قطری بین دی یک تا دی دو، من پی یک تا پی دو رو دارم، یعنی درصد محدوده قطری دی یک تا دی دو پی دوی منهای پی یک هستش. در حقیقت این فاصله درصد محدوده قطری در محدوده قطری دی یک و دی دو هستش. درست شد؟ خب حالا ببینیم اصلا عدد و ارقام به چه صورت هستش. نکته اول رو با هم بررسی بکنیم. میگیم در منحنی دانه بندی منظور از دی آی بزرگترین قطری هستش که آی درصد ذرات خاک ازش ریزترن. یعنی چی؟ مثلا منظور از دی ده چی هست؟ منظور از دی ده این هستش که ما ببینیم چه قطری از ذرات خاک هستش که 10% ذرات خاک ازش ریزتر هستن. به عنوان مثال به دی ده میگن اندازه مؤثر یا قطر مؤثر. حالا ما دی ده داریم، دی شست داریم، دی سی داریم و هر عدد دیگه‌ای میتونیم داشته باشیم، یعنی در حقیقت دی آی. اما سه تا دی که از همه مهمتر هستن دی ده، دی شست و دی سی هستن که برای ما یک سری پارامترها رو تعریف میکنن. حالا نگاه کنیم روی رابطه. من الان روی دی که در حقیقت لوگاریتم اندازه دانه ها هستش دی ده دارم که دی ده میگه چی؟ میگه که اندازه قطره که 10% ذرات خاک ازش ریزتر هستن. پس عددی که متناظر باهاش هستش باید چند باشه؟ باید 10 باشه. درسته؟ چون عدد روی نمودار به ما درصد ذرات کوچکتر از عدد متناظر با دی رو میده. پس اگر این دی 10 باشه اینجا عدد من باید 10 باشه. دی سی متناظر با عدد سی هست، دی شست متناظر با عدد شست هست و دی آی متناظر با عدد آی هست. حالا ببینیم الان ما حالا گفتیم که با استفاده از این اندازه ها میتونیم یک سری پارامترها رو تعریف بکنیم. مثلا میگیم برای تعیین کیفیت منحنی دانه بندی از پارامترهای دانه بندی استفاده میشه. این پارامترها دوتا هستن، یک ضریب یک نواختی و دو ضریب انحنا. ضریب یک نواختی سی یو هستش که برابر هستش با دی شست تقسیم بر دی ده که باید این از یک مقدار حد اقلی بزرگتر باشه. درست شد؟ سی سی ضریب انحنا هستش که برابر هستش با دی سی به توان دو به روی دی شست ضرب در دی ده که این باز دوباره بین یه محدوده باشه، یعنی یک حد اقل و یک حد اکثری داره. اگر این شرایط برقرار باشه، یعنی سی یو از یک مقداری بزرگتر باشه و سی سی بین یک مقدار و یک مقدار دیگه باشه، یعنی یک حد اقل و حد اکثری داشته باشه، ما میتونیم بگیم که مثلا خاک ما خاک خوب دانه بندی شده یا بد دانه بندی شده هستش. درست شد؟ حالا میگیم ما اگر خاک من بخواد ریزدانه مناسبی باشه باید مهذب بودنش کنترل باشه و اگر درشتانه خوبی بخواد باشه باید مقعر بودنش بررسی بشه. پس سی سی باید بین یک حد اقل و حد اکثری باشه. برای اینکه ریزدانه رو بخوایم بررسی کنیم که خاک ما ریزدانه هستش باید مهذب بودن رو کنترل بکنیم و اگر بخوایم درشتانه بودن خاک رو بررسی کنیم باید مقعر بودن رو بررسی بکنیم. به چه صورت نگاه کنیم روی منحنی دانه بندی؟ میگیم اگر منحنی ما به این صورت باشه، یعنی مقعر باشه، نشون دهنده این هستش که خاک ما درشتانه زیادی درش داره، یعنی این خاک دانه های درشتانه زیادی داره. اگر منحنی ما به صورت مهذب باشه، یعنی به صورت منحنی بالایی، یعنی اینکه ریزدانه زیادی داره و سی سیش کم هست و اگر درشتانه زیاد باشه سی سی زیاد هستش. درست شد؟ پس هر چقدر که سی سی به عدد بزرگتری نزدیک باشه نشون دهنده این هستش که میزان درشتانه بیشتری درش هست و اگر هر چقدر سی سی به مقدار کم خودش نزدیکتر باشه نشون دهنده این هستش که ریزدانه تر هست و دانه های ریزدانه بیشتری در خاک وجود داره. پس این نکات رو از منحنی دانه بندی خاک توی ذهن داشته باشین. بسیار مهم هست برای تفسیر منحنی دانه بندی خاک. برای اینکه ما تشخیص بدیم اصلا یک منحنی دانه بندی به ما چه اطلاعاتی میده و ما چطور میتونیم تفسیرش بکنیم. اینها همه کمک میکنه برای تشخیص دانه بندی خاک. اما
نکته بعدی میگه مقدار CAU اون حد اقل و حد اکثرها رو میخواییم با هم بررسی بکنیم. مقدار CAU حد اقل باید برای خاک ماسه‌ای برابر با 6 باشه و برای خاک شنی 4 باشه. درست شد، اینها رو حتما تو ذهن داشته باشین. اما محدوده CSC، محدوده CSC بر روی هر دو خاک ماسه و شن بین 1 و 3 هستش. پس دقت بکنیم محدوده CSC که ما اینجا داریم حد اقل و حد اکثر مقدارش برابر با 1 و 3 هست. یعنی اگر به 3 نزدیک باشه خاک درشتانه هست و اگر به 1 نزدیک باشه خاک ریزدان است. ضریب 1 نواختی یا CAU حد اقل باید 6 و یا 4 باشه. اگر خاک شنی باشه باید حداقل 4 باشه و اگر خاک ماسه‌ای باشه حداقل 6 باید باشه. این اعداد توسط سیستم متحد تعیین شدن و همطور که ملاحظه میشه مخصوص درشتانه ها هستن، یعنی مخصوص ماسه و شن هستن. ما برای لای و روز منحنی دانه بندی و اینجور CAU و CSC و اینجور بحثا رو نداریم، باید از روش های دیگه ای استفاده کنیم که در ادامه راجع بهش صحبت میکنیم. و نکته بعدی این که با توجه به CAU و CSC میتونیم در مورد مقاومت خاک هم اظهار نظر بکنیم. خاک قوی تر خاکی هستش که اولا CAU و CSCش با توجه به اعداد ذکر شده در اون محدوده قابل قبول باشه و ثانیا CSCش به عدد 3 نزدیک تر باشه تا عدد 1. یعنی چی؟ یعنی درشتانه تر باشه، یا اینکه بگیم مقعرتر باشه. اگر این اتفاق براش بیفته میتونیم بگیم مقاومت خاک ما بیشتر هست. پس یعنی هر چقدر خاک درشتانه تر باشه، یعنی عدد ما به 3 نزدیک تر باشه، یا اینکه منحنی ما مقعر تر باشه، نشون دهنده این هستش که خاک مقاومت بیشتری داره. حالا یه تست رو با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم که اصلا چطور میتونه ازش تست مطرح بشه. میگه نتایج آزمایش دانه بندی برای دو نمونه خاک A و B مطابق جدول هستش. در صورتی که خاک C با نسبت وزن مساوی از این دوتا خاک، یعنی نصف از آن و نصف از B تهیه بشه، در مورد وضعیت دانه بندی اون خاک C چطور میتونیم اظهار نظر بکنیم؟ جدول رو به ما داده، اندازه علک‌ها رو داده، درصد وزنی و عبوری خاک A و خاک B رو هم به ما داده. حالا میخوام خاک C رو با هم بررسی بکنیم. ببینیم خاک C گفتیم چطوره؟ نصف از A نصف از B. پس یعنی ما اگر بخوایم خاک C رو بررسی بکنیم میگیم مثلا برای اندازه علک 0.1 میلیمتر ما داریم 6/2 = 8 / 2 = 4. یعنی ما پی عبوری برای خاک C برابر با 4 هستش. برای اندازه علک 0.2 میلیمتر چطور؟ همینطور برای همه حساب میکنیم. برای 0.2 میلیمتر داریم 8/12 = 20 / 2 = 10. برای علک 0.3 میلیمتر 26/14 = 40 / 2 = 20. علک 0.6 میلیمتر 40/2 = 60 / 2 = 30. ببینیم سی چیه؟ سی دی سی رو به من میده. پس یعنی دی سی من برابر با 0.6 میلیمتر هست. درست شد؟ دی ده من برابر هستش با 0.2 میلیمتر. میریم جلوتر، علاک 1 میلیمتر برابر هستش با 48/32 = 80 / 2 = 40. علاک 2 میلیمتر برابر است با 65/55 = 120 / 2 = 60. پس دی 60 من برابر با 2 میلیمتر است. و علاک شماره 4 هم برابر هستش با 100/100 = 200 / 2 = 100. پس من الان دی 60 و دی 30 و دی 10 هم رو دارم. دی 10 من 2/10، دی 30 6/10، دی 60 هم برابر با 2 هستش. حالا بریم بررسی کنیم ببینیم که پارامترهای طبقه بندی خاک چیا میشن. CAU برابر هستش با 2/2 = 10. CSC برابر هستش با 6/2 / 2/2 = 9. خب حالا بیاییم بررسی بکنیم. ببینین اولین نکته، 100% اندازه ذرات خاک نگاه کنین. 100% اندازه ذرات خاک از علک شماره 4 رد شده. این نشون دهنده چی هستش؟ یعنی تمام ذرات خاک از 4 میلیمتر کوچکتر هستن، پس از 4.75 میلیمتر هم کوچکتر هستن. پس یعنی که خاک من ریزدانه است و من هیچ شنی ندارم. درست شد؟ اما
نکته بعدی، پس اولین نکته این که خاک من خاک ماسه‌ایه و من شنی ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه 100% ذرات خاک من از اندازه علکشون، از یعنی در حقیقت از 4 میلیمتر کوچیک‌تر هستن. من مرز بین ماسه و شن رو چند گذاشتم؟ 4.75 میلیمتر. پس وقتی از 4 کوچیک‌تره، یعنی از 4.75 میلیمتر هم کوچیک‌تره، پس من هیچ شنی ندارم. نکته دوم، میگم 4% ذرات خاک من از 0.1 میلیمتر کوچکتر هستن. نگاه کنید، 4% ذرات از 0.1 میلیمتر کوچکتر هستن. پس میتونم بگم کمتر یا مساوی 4% ذرات خاک از 75000 میلیمتر هم کوچکتر هستن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر یا مساوی 96% ذرات خاک من خاک ماسه‌ای هستش. درست شد؟ پس یعنی فقط 4% ذرات خاک من هستن که از ماسه هم کوچکترن. پس خاک من 96%ش ماسه است. پس خاک من ماسه است. کاملا مشخص هست که خاک من خاک ماسه‌ای هستش. حالا بیام پارامترها رو بررسی کنم. CAU من برابر با 10 شده. یعنی از 6 بزرگتره، برای ماسه باید از 6 بزرگتر میشد. پس اوکیه، پس میتونم بگم تا الان این پارامتر رو به من اوکی داده. اما CAU من در مد 0.9. CAU حد اقل باید 1 باشه و حد اکثر 3، یعنی این از حد اقل خودش هم کوچکتره، پس نمیتونه عدد اوکی باشه. پس میتونم نتیجه گیری بکنم از توضیحاتی که دادیم، خاک ماسه من یک خاک بددانه بندی شده هستش.